به نام خداوند بخشنده و مهربان، بنده اکبر نجف‌زاده هستم، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه. با دوره مجازی تدوین استراتژی های مدیریت دانش Knowledge Management Strategic Development از گروه فرادرس در خدمت شما عزیزان هستم. برای شروع می‌خوایم ببینیم که استراتژی های مدیریت دانش به چه درد می‌خورن و چرا ما می‌خوایم استراتژی مدیریت دانش رو تدوین بکنیم. در پاسخ باید بگیم که در بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات یکی از معضل‌های اساسی اینه که از میزان دانایی و دانش افراد اطلاع کافی وجود نداره. مدیریت مؤثر دانش با تمرکز بر روی راه حل‌هایی که کل سیستم شامل سازمان یا همون کسب و کار، منابع انسانی Human Resource یا همون HR و فناوری اطلاعات Information Technology یا IT رو در بر میگیره، این سه گزینه از جمله مهمترین ابزارها برای حل این مشکل محسوب میشن. برای طراحی یک نظام مدیریت دانش و یا ارتقای سطح اون در یک سازمان، لازمه تا ابتدا شناخت کاملی نسبت به ماهیت و اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمان داشته باشید و با شناخت مؤلفه ها و کارکردهای اون و در جهت دستیابی به مزایای راهبردی حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش که در واقع همون کسب مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان هست بتونیم دست پیدا کنیم. حالا می‌خوایم ببینیم که دانش چیه؟ برای اینکه بفهمیم مدیریت دانش چیه، ضروریه که مفهوم دانش رو یا همون نالج رو به طور کامل درک بکنیم. برای تعریف چیستی دانش باید داده یا همون دیتا، اطلاعات، اینفورمیشن، بصیرت یا حکمت یا همون ویزدوم رو نیز تعریف بکنیم. ما همواره داده های از محیط اطراف خودمون میگیریم. داده ها اعداد و حروفی هستن که به خودی خود معنا ندارن. وقتی بفهمیم هر کدوم از این داده‌ها بیانگر چه چیزایی هستن، اطلاعاتی درباره محیط خود به دست آوردیم. اگر بتونیم الگوهای موجود در اطلاعات رو درک بکنیم، ما درباره محیط خود دانش کسب کردیم. اگر دانشمون بیشتر بشه، میتونیم اصول و قواعد کلی‌تری رو در مورد محیط کسب بکنیم. در این هنگامه که ما بصیرت خواهیم داشت و در ادامه با یک مثال این سه تا مفهوم رو میخوام خدمتتون بیان کنم. داده. فرض کنید اعداد 100,000 و 15 رو داریم. این دو عدد رو در نظر بگیرید. این اعداد داده هایی هستن که به خودی خود معنا ندارن، زیرا زمینه‌ای برای اونا تعریف نشده. فقط در همین حد میتونیم بگیم که 15 بزرگتر از 14 و کوچکتر از 16. اطلاعات. به عنوان مثال اگر حساب بانکی افتتاح کنیم، یک زمینه برای این داده ها ما چیکار کردیم؟ خلق کردیم. داده های مذکور در این زمینه یعنی بانکداری میتونن معنادار باشن. در این صورت ما میتونیم بگیم که 15% نرخ سود و 100,000 مانده حساب داریم. دانش. بانک سالانه 15% به ما سود میده. اگر 100,000 تومان پول در حساب بانکی خودمون داشته باشیم، در این صورت در پایان سال سود دارایی ما 15,000 تومان میشه. در نتیجه دارایی نهایی ما 115,000 تومان میشه. با درک یک الگو، چیزهایی که به دست میاریم همون دانش ما هست. این الگو دانش ما درباره حساب بانکی و سود سپرده است. وقتی اونو درک میکنیم، میتونیم بفهمیم این سود در طول زمان چگونه تغییر میکنه و به چه نتایجی میرسه. با درک این الگو ما میدونیم و چه چیزی میدونیم که همون دانشه. اگر پول بیشتری به حساب واریز کنیم، سود بیشتری به دست میاریم. اگر مقدار پولی از حساب خودمون خارج کنیم، در واقع سودمون کمتر میشه. بصیرت یا خرد. حالا میخوایم ببینیم بانک چطوری کار میکنه. بهره بانکی چیه؟ اطلاعاتی در مورد بازار سهام داریم. درکی از سیستم مالی کسب کردیم و کمی ریاضیات بلد شدیم. وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم، به اصول مشترکی در تمام اجزا میرسیم. تمام سیستم مالی و اقتصادی رو از این اصول میدونیم که تبعیت میکنه. در واقع میتونیم بگیم که بین آگاهی از دوچرخه سواری و تسلط و تجربه فرق زیادی وجود داره. در این صورت صاحب بصیرت یا همون در واقع خرد شدیم. ما بصیرت اقتصادی داریم. حتی شاید بتوانیم با بصیرتی که کسب کرده ایم نظریات اقتصادی نیز ارائه کنیم.
میتونیم بگیم دانش آموزه‌های تولید شده حین فرایندهای کاری است که دونستن آن به وسیله دیگران برای سازمان ایجاد یک ارزش افزوده و کسب مزیت رقابتی میکنه. حالا میخوایم ببینیم چند نوع دانش داریم. دو نوع دسته‌بندی دانش داریم. میتونیم بگیم دانش انسان‌ها رو میتونیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. دانش صریح explicit knowledge و دانش ضمنی یا tacit knowledge. دانش صریح چیه؟ دانش صریح همون مطالبی است که در کتاب‌ها، اسناد، مقاله‌ها، سایت‌ها، مراکز داده میتونیم به اونها دستیابی پیدا کنیم. این دانش خارج از ذهن انسان‌هاست. هر مطلبی که نوشته میشه و ثبت میشه دانش صریح به حساب میاد. گزارش‌ها، یادداشت‌ها، طرح‌های تجاری، لیست مشتریان، روش شناسی و بسیاری از اسناد دیگه دانش صریح هستند. این اسناد ممکنه تجمیع از تجارب سازمانی ثبت شده، الگوهای رفتاری مشتریان و فناوری تولید یک محصول باشند. در دنیای امروزی بسیاری از اسناد دیجیتالی ذخیره میشن. ذخیره سازی دانش در کامپیوترها امکان دسترسی تحلیل و جستجو در اونها رو برای ما آسون میکنه و هزینه ذخیره سازی دیجیتال نیز بسیار کمه. با دانش صریح آشنا شدیم. حالا میخوایم با دانش ضمنی آشنا بشیم. دانش ضمنی چیه؟ هر چیزی که در ذهن انسان ذخیره شده باشه دانش ضمنیه. این دانش چیه؟ شخصیه و به واسطه مطالعه و تجربه به دست میاد. دانش ضمنی رو نمیتونیم به راحتی ساختاربندی و ثبت بکنیم. به عنوان مثال اگر معلم باشیم ممکنه بتوانیم در کنار آموزش دانش صریح به دانش آموزان برخی از تجارب خودمون رو نیز انتقال بدیم. تجاربی که نوشتن آنها در کتاب‌ها و راهنماها سخته و شاید بهترین روش برای انتقال آنها آموزش فرد به فرد و شفاهی باشه. یک نوازنده نمیتونه تمام تجربه‌های شخصی خودش رو از طریق نوشتن به دیگران منتقل کنه. و در واقع میتونیم بگیم دانش ضمنی در ضمیر ناخودآگاه انسان‌ها ذخیره شده. انتقال دانشی که در ناخودآگاه انسان‌ها سخت و در مواردی غیر ممکنه. به عنوان مثال فرض کنید شما برای مسافرت به کشور سوئیس رفتید. وقتی که از سفر برمیگردید تو گیت فرودگاه افسر کنترل از شما میپرسه آیا ساعت موچی شما ساخت کشور سوئیسه؟ شما جواب میدید نه، ژاپنیه. اون دلیل اون رو میپرسه و شما میگید ساعت‌های سوئیسی گرون هستن. سپس گذرنامه شما رو مهر میکنه و شما به راه خودتون ادامه میدید. نکته چیه؟ نکته چنین مکالماتی تو اینه که افسر کنترل به واسطه تجارب گوناگونی که با مسافران داشته میتونه به صورت ناخودآگاه و صرفاً با توجه به لحن، حالت چهره و زبان بدن اطلاعات لازم رو در مورد شما به دست بیاره. در صورتی که با فرد مشکوکی روبرو بشه میتونه با همین سوالات پیش پا افتاده مانع از ورود اون بشه. اما اگه از او بپرسی که چطوری به فرد خاصی مظنون شدید احتمالا خود اونم نتونه توضیح بده. چرا؟ چون این دانشی است در ضمیر ناخودآگاه اونجا داره. پس بنابراین افراد صرفاً میتونن به واسطه تجارب شخصی این دانش‌های ضمنی رو کسب بکنن. دانش ناخودآگاه چندان قابل انتقال نیست، زیرا معمولاً خود فرد هم دقیقاً نمیدونه که چطوری اونا رو یاد گرفته و یا چگونه میتونه چنین تشخیصهایی رو انجام بده. توی فصل قبل به تعریف مفهوم داده، اطلاعات، دانش، حکمت پرداخته شد و با هرم دانش و جایگاه هر یک از مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و خرد در داخل این هرم آشنا شدید. در ضمن در رابطه با انواع اصلی دانش که شامل دانش صریح و ضمنی بود نیز خدمتتون توضیحات لازم داده شد. حالا در این فصل جدید می‌خواهیم با مفاهیم جدیدی آشنا بشیم. مفاهیمی مانند مدیریت دانش، استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک و در نهایت مدیریت استراتژیک دانش آشنا بشیم. مدیریت دانش چیه؟ دو تعریف ساده از مدیریت دانش رو خدمتتون عرض می‌کنم. مدیریت دانش در تلاش تا دانش ضمنی رو به دانش صریح تبدیل کنه و اون رو در داخل سازمانمون به اشتراک بگذاره. یا به عبارتی مدیریت دانش فرایندیه که سازمان‌ها به واسطه اون
از دارایی‌های معنوی و علمی خود ارزش تولید می‌کنند. با داشتن این تعاریف می‌تونیم بگیم که مدیریت دانش به فرایند تشخیص، دستیابی، توزیع و نگهداری دانش ضروری برای فعالیت سازمان گفته میشه. مفهوم بعدی که باید خدمتتون عرض کنم مفهوم استراتژیه. استراتژی چیه؟ استراتژی یکی از ابزارهای مهم در موفقیت کسب و کاره. استراتژی اهداف، منابع و مسیر درست برای رسیدن به موفقیت رو به ما نشون میده. استراتژی یعنی دامنه فعالیت و مسیر حرکت سازمان در دراز مدت که با خلق مزیت‌ها، منابع لازم رو برای تأمین نیازهای بازار و انتظارات ذی‌نفعان در محیطی چالش برانگیز به دست میاره. به عبارتی دیگه استراتژی به این موارد میپردازه که کسب و کار سازمان ما تلاش میکنه در دراز مدت به کجا برسه، یعنی مسیر حرکتمون رو مشخص میکنه. کسب و کار سازمان در کدوم بازارها باید رقابت کنه و چه فعالیت‌هایی در این بازارها باید انجام بده. کسب و کار سازمان چگونه میتونه بهتر از رقبا عمل کنه. منابع لازم شامل مهارت، سرمایه، ارتباطات، شایستگی‌های فنی و امکانات برای داشتن توان رقابت کدومند. عوامل محیطی بیرونی که برای توانایی کسب و کار سازمان برای رقابت تأثیر می‌گذارند کدومند. یا به عبارتی ارزش‌ها و انتظارات طرف‌های درگیر در کسب و کار سازمان که قدرت اثرگذاری دارند کدومان. تعریف بعدی که خدمتتون باید عرض بکنم برنامه‌ریزی استراتژیک. برنامه‌ریزی استراتژیک در واقع یک فعالیت مدیریتی در سازمانه که برای تعیین موارد مختلفی استفاده میشه. این موارد در واقع عبارتند از تعیین اولویت‌ها، تمرکز منابع و انرژی، اطمینان یافتن از اینکه کارکنان و سهامداران در جهت اهداف حرکت می‌کنند، تعیین توافق‌نامه پیرامون نتایج و خروجی‌ها و ارزیابی و تنظیم حرکت سازمان در مناسب‌ترین جهت ممکن برای تطابق یافتن با تغییرات محیطی. به عبارت دیگه برنامه‌ریزی استراتژیک سندیه که در اون اهداف سازمان، فعالیت‌های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف و همچنین تمامی عناصر حیاتی مشخص شده در طول برنامه‌ریزی رو شامل میشه. به عبارت دیگه برنامه‌ریزی استراتژیک نقشه راهیه که نشون میده شرکت یا سازمان ما باید چه مسیری رو طی کنه تا به اهداف بلند مدت خودش برسه. تعریف بعدی تعریف مدیریت استراتژیک. مدیریت استراتژیک در واقع تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج اونهاست. بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها، انتخاب هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمان برای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام شده رو در بر می‌گیره. تعریف بعدی برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک دانشه که در واقع برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک دانش فرایند ایجاد یک چشم‌انداز از دانش سازمان برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش و طراحی و معماری مدیریت دانش. تعریف بعدی مدیریت استراتژیک دانشه. مدیریت استراتژیک دانش به پروسه ها و زیرساخت‌های میپردازه که سازمان رو برای کسب، ایجاد و در میان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و انتخاذ تصمیمات تجاری از اونها استفاده میکنه. استراتژی دانش یک سازمان به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خودش میپردازه. بنابراین فاصله دانشی بین اون چی یک سازمان باید برای اجرای استراتژی خود بدونه و اون چی که میدونه کاهش پیدا میکنه. درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی دانش میتونه از طریق بررسی مهمترین دستاوردهای اون حاصل بشه. حالا می‌خوایم ببینیم ارتباط مفاهیم استراتژی دانش به چه صورته. همونطور که تو این اسلاید خدمتتون دارم نشون میدم، مفاهیم مدیریت استراتژی دانش در هسته مرکزی این مدل ارزیابی استراتژی‌های مدیریت دانش و انتخاب استراتژی نهایی مدیریت دانش. هسته بعدیش میشه تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش. لایه بیرونی میشه برنامه استراتژیک مدیریت دانش و لایه نهایی میرسیم به مدیریت استراتژیک دانش.
حالا می‌خوایم ببینیم مزایای استراتژیک مدیریت دانش چیه. مزایا و منافع مدیریت دانش در سازمان‌ها می‌تونه شامل موارد که خدمتتون عرض می‌کنم باشه. یک، تشخیص کمبودها در دانش سازمانی. ما هنگامی که لیستی از دانش موجود و دانش مورد نیاز داشته باشیم، می‌تونیم لیست کمبودامون رو به دست بیاریم.